ارتش آزادی بخش ملی ایران منتشر می کند. قسمت دهم، رجزخوانی سرکردگان و مزدوران جبهه ولایت برای پوشاندن نقطه عزیمت و آثار جنایت. ساعتی پس از حمله ده شهریور به اشرف، در بعد از ظهر همان روز، خبرگزاری اطلاعات آخوندها موسوم به مهر از بیانیه تقدیر سپاه پاسداران از برادران عراقیش به خاطر حمله به اشرف خبر داد. بیانیه سپاه پاسداران ولایت فقیه پس از حمله به اشرف، ده شهریور 92. در بیانیه تقدیر از مجاهدان عراقی مطرح شد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی ضمن تشکر از برادران مجاهد عراقی خود برای برخورد با منافقین پادگان اشرف اعلام کرد این اقدام منجر به هلاکت رسیدن قریب به 70 تن از کادرهای فاسد منافقین، از جمله 7 تن از شورای رهبری و مسئولان اطلاعات و عملیات این سازمان با بیش از 30 سال سابقه جنایت شد. سپاه پاسداران ارتجا این را انتقام الهی در سال روز هلاکت رجایی و باهنر توصیف کرد. صبح امروز در حمله شماری از مردم و مجاهدین عراقی که فرزندان آنها در سالهای اخیر به دست منافقین به شهادت رسیده بودند، حداقل 23 نفر از اعضای منافقین به هلاکت رسیدند که 7 نفر آنها عضو شورای مرکزی این گروهک بودند. برخی گزارش‌ها از افزایش شمار کشته شدگان گروهک منافقین در این عملیات خبر می‌دهند. مسئول اطلاعات و عملیات منافقین مشهور به گیتی و مسئول اصلی این گروهک در عراق نیز در این عملیات مجاهدین عراقی به هلاکت رسیدند. در این حمله که در پادگان اشرف انجام شد، حدود 80 نفر از اعضای منافقین نیز دستگیر و شماری زخمی شدند. برخی از منابع خبری منطقه ضربات و صدمات حمله امروز مردم و مجاهدین عراقی به منافقین را بسیار سنگین و هولناک توصیف می‌کنند. اون چه که مطرح هست و واقعیت بایستی بگیم داره اینه که در میان منافقین اختلافات درونی شدت گرفته. این موضوع رو کسانی که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته از میان منافقین فرار کردند و بیرون اومدن مطرح کردن. این بحث خیلی جدی مطرح شده و گفته شده که اختلافات داخلی بین اونها به شدت بالا گرفته. حتی در لیبرتی وضع به صورتی پیش رفته که طی روزهای گذشته شبنامه هایی پخش شده علیه مسعود رجوی و به نظر میرسه که موضوعی که در اردوگاه اشرف رخ داده یک نوع تصفیه درونی بوده و کادرهایی هم که همچنان که شما اشاره داشتید در اشرف بودن از کادرهای اصلی بودند و این موضوع اختلافات درونی و تشدید درگیری‌های درونی رو حکایت می‌کنه. خدمتتون باید عرض کنم دقایقی قبل من گفتگویی رو با سفیر کشورمون در عراق داشتم. ایشون هم اذعان کردن اخباری که ما داریم نشون دهنده اختلافات شدید میان منافقین هست و اونهایی که بیرون اومدن اخبار مبنی بر درگیری و حتی مشاجرات کلامی و لفظی شدید رو مطرح کردن و گفتن این اختلافات به گونه هستش که بسیار جدی هستش. در واقع تماس هایی هم که ما با طرف های عراقی داشتیم، طرف های عراقی گفتن که ما به اصطلاح درگیری رو با منافقین نداشتیم و همچنان میگن که اونها عامل حمله ای در اردوگاه اشرف نبودند. پس به نظر میرسه که یک موج خبری از سوی منافقین راه افتاده، ولی واقعیت همون اختلافات درونی در میان منافقین هست. آخوند علوی، وزیر اطلاعات رژیم: این افراد به دلیل مقابله با حاکمیت کشور عراق کشته شدند. خبرگزاری سپاه پاسداران، ده شهریور 92.
علوی در جمع خبرنگاران. وزیر اطلاعات با اشاره به کشته شدن تعدادی از منافقین در پادگان نجف اشرف گفت به نظر می رسد این افراد به دلیل مقابله با حاکمیت کشور عراق کشته شدند. به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، حجت الاسلام علوی وزیر اطلاعات در پایان جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره کشته شدن تعدادی از افراد منافقین در کشور عراق گفت که این افراد در پادگان اشرف و تحت حاکمیت کشور عراق هستند و به نظر می رسد این افراد با حاکمیت این کشور مقابله کرده و کشته شدند. همزمان سایت رادیو فردا گزارش کرد سپاه پاسداران ایران روز یکشنبه 10 شهریور در بیانیه‌ای با ابراز خوشحالی از حمله گروهی که آنها را فرزندان مجاهدان شهید عراقی نامیده به اردوگاه اشرف گفته است که در این حمله در حدود 70 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق کشته شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران ایران در این بیانیه با تشکر از حمله کنندگان به اردوگاه اشرف گفته است که قریب به 70 تن از کادرهای سازمان مجاهدین خلق از جمله 7 تن از شورای رهبری و مسئولان اطلاعات و عملیات این سازمان در حمله بامداد روز یکشنبه کشته شدند. سپاه پاسداران در بیانیه خود تصریح کرده است که کشته شدن این افراد موجب تشفی خاطر کسانی که اعضای خانواده خود را در عملیات‌های سازمان مجاهدین خلق از دست داده اند شده است. در همین زمینه خبرگزاری مهر گزارش داد که محمود علوی وزیر اطلاعات دولت 11 در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره کشته شدن اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف گفت مدت‌های مدیدی بین دولت عراق و کسانی که پادگان اشرف را در تصرف دارند مسائلی مطرح بود که در این باره همواره این افراد با حاکمیت عراق مقابله می کردند. بنابراین این احتمال وجود دارد که در این مورد حاکمیت عراق ناگزیر شده است تا با تروریست های ساکن در پادگان اشرف مقابله کند. این یک اعتراف آشکار و رسمی از سرکردگان رژیم آخوندی به مسئولیت مستقیم دولت عراق در حمله بوده که بعد از چند ساعت آن را از خبرگزاری مهر حذف کردند. گزارش پاسدار سلشکر قاسم سلیمانی سرکرده نیروی تروریستی قدس به خبرگان رژیم درباره حمله به اشرف 12 شهریور 92. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران گفت آمریکا در مصر به دنبال دموکراسی، در سوریه به دنبال حقوق بشر و در ایران نگران بحث هسته‌ای نیست، بلکه هدف اصلیش این است که خط مقاومت را بشکند. ما تا آخر از سوریه حمایت می‌کنیم. یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس به سخنان سردار حاج قاسم سلیمانی در نطق دیروز وی در مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت سردار سلیمانی در این جلسه به قضیه عراق و اردوگاه اشرف پرداخت که بیش از 50 نفر از آنها کشته شدند که بسیاری از آنها از سران منافقین بودند و 10 نفر نیز مفقود شدند و این قضیه مهمتر از حمله مرساد بود. پاسدار سرتیب نقدی، رئیس بسیج ضد مردمی، 14 شهریور 92. حمله مجاهدین عراقی به پادگان اشرف مهمتر از عملیات مرساد بود.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به حادثه اخیر در پادگان اشرف تصریح کرد حمله‌ای که توسط مجاهدین عراقی به پادگان اشرف روی داد مهمتر از عملیات مرصاد بود. آخوند احمد خاتمی در جمعه بازار تهران 15 شهریور. آخرین نکته همین که باید تشکر و تقدیر داشته باشیم از فرزندان غیور انتفاضه شعبانیه که به منافقان جنایتکار در پادگان اشرف حمله کردند. کار بسیار بزرگی بود، از جهت کیفی از عملیات مرصاد هیچ کمتر نبود. 70 نفر از سرانشون در این حمله فرزندان انتفاضه شعبانیه به فضل خدا به جهنم واصل شدند. فرمانده ترور شهید صیاد شیرازی هم در این عملیات به جهنم واصل شد. کار بسیار خوبی کردند. این دست انتقام خدا بود که از آستین این فرزندان غیور عراق بیرون آمد. 17,000 نفر رو این جنایتکاران ترور کردند، مظلومانه به شهادت رسوندند. طفل 2 ساله، پیرمرد 80 ساله، کشاورز، کارگر، علما و نظامیان هم که فراوان، از همه اقشار اینها آدم کشتند. من همینجا باید بگم که انتفاضه شعبانیه قیام مردم عراق بود که صدام به کمک منافقین سرکوب کرد این قیام رو. حالا فرزندان اون شهدا وارد میدان انتقام شدند. سلام و درود و رضوان خدا بر شهدای شما و آفرین بر شما که عملیات خداپسندانه انجام دادید. آخوند شاه چراغی در جمعه بازار شهر ری 15 شهریور. آخوند شاه چراغی در جمعه بازار شهر ری 15 شهریور. حجت الاسلام شاه چراغی امام جمعه شهر ری در پایان اقدام مجاهدین عراق و حمله به پادگان اشرف را مورد اشاره قرار داد و تأکید کرد امروز فرزندان مجاهد عراق در یک اقدام شجاعانه انتقام پدران خود را گرفتند و به رغم شاد کردن دل قربانیان منافقین در عراق، دل خانواده 17,000 شهید ایران اسلامی در ترورهای منافقان را شاد کردند. پاسدار سلامی، جانشین سرکرده کل سپاه پاسداران، تلویزیون رژیم، 16 شهریور. یکی از اتفاقاتی که هفته گذشته افتاد و این اتفاق دارای اهمیت راهبردی بسیار وسیعی در تحولات آینده منطقه خواهد بود و ابعاد بسیار عظیمی داره این عملیات که به دلیل تحت تأثیر و تحت شعاع قرار گرفتن حمله احتمالی آمریکا به سوریه فرصت ظهور و بازتاب و انعکاس خبری گسترده‌ای پیدا نکرد. همین حادثه حمله جوانان عراقی بود که در اردوگاه اشرف اتفاق افتاد و این عملیات از لحاظ مقیاس تأثیر بسیار بزرگتر از بسیاری از عملیات‌هایی است که در حجم‌های وسیعی در گذشته اتفاق افتاده. یعنی شاید بشه گفت که تأثیر راهبردی این عملیات بر ادامه حیات منافقین بسیار بیش از تأثیر عملیات مرصاده. شما ملاحظه بفرمایید از 17,000 شهید تروری که در چند روز گذشته یادواره تجلیل از اونها برگزار شد، 16,000 نفر از این شهدای ترور توسط گروهک منافقین به شهادت رسیدن. این
درصد بسیار بالایی است. عملیات‌های متعددی اینها انجام دادن که عملیات مرصاد که از دید اونها فروغ جاویدان نامیده میشه، این عملیات بسیار سنگینی بود. که الان شما به رفتار سرکرده این گروهک یعنی مسعود رجبی نگاه کنید. بعد از حدود 7 روز که از این حادثه گذشته، عدم هیچ گونه واکنشی از سوی سرکرده این گروهک، همین امروز گمان زنی ها و فرضیه های متنوعی رو ایجاد کرده، تحلیل های مختلفی رو به وجود آورده. یا این کشته شده اسمش اعلام نمیشه، سکوت یا نشانه بخت، حیرت و در واقع شرایط بسیار سخت روحی روانی یک سرکرده گروهک میتونه باشه، یا اینکه هلاکت او، چیزی غیر از این نمیتونه باشه. به اندازه قتل عام های ناشی از تهاجم هسته‌ای آمریکا به ناکازاکی و هیروشیما، اینا کشته گرفتن از مردم ایران و عراق تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک. تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک اینها همه زنان، یعنی همه همسران و شوهران رو، همه خانواده ها رو مجبور به طلاق اجباری کردن و اینا همه حلقه های در واقع زناشویی خودشون رو ریختن به پای مسعود رجبی. همه خانواده ها رو متلاشی کردن. شما دقیقاً واقف هستید که اینها بودند که با جاسوسی در محیط هسته‌ای ما، یک فضای خیالی و موهومی و تصنعی در نظام بین‌الملل نسبت به فعالیت هسته‌ای ما ایجاد کردند. و هر آنچه که امروز ملت ایران از تحریم، از کاهش تعاملات جهانی و تأثیرات اون می‌بینه، همه ناشی از خیانتی است که اینها به ملت ایران کردند. آمریکا برای این که بتونه آلترناتیو و جایگزینی پیدا کنه، اومد اینها رو از فهرست کشورهای حامی تروریست خارج کرد و به اینها در واشنگتن دفتر داد. اینها در اتحادیه اروپا رسمیت پیدا کردند و امروز برای اینکه آزادی عمل پیدا کنند و در مسیر اهداف استراتژیک آمریکا حرکت کنند، آمریکایی‌ها همین امروز معاون وزیر خارجه آمریکا با این مریم رجبی تماس میگیره، از او دلجویی میکنه و به او دستور میده که نیروهاشون رو از اشرف ببرن در لیبرتی و اعلام میکنیم که ما محافظت اینها رو به عهده میگیریم. درگیری در اشرف و تصفیه درون سازمانی. خبرگزاری جهاد دانشگاهی حکومت آخوندی، ایسنا، 20 شهریور. یک منبع عراقی تأکید کرد در فیلم‌های منتشر شده از درگیری اخیر پادگان اشرف، تصاویری از کشته‌های این گروهک منتشر شد که همه آنها تیر خلاص خورده بودند. اعضای منافقین بر اساس سوابق قبلی در تصفیه فیزیکی اعضا از فرصت به دست آمده برای خونریزی بیشتر استفاده کرده و اعضای خود را برای استفاده تبلیغاتی و مظلوم نمایی به قتل رسانده اند. گفتنی است در پی حمله گروهی متشکل از فرزندان شهدای انتفاضه شعبانیه به پادگان اشرف، 52 نفر از اعضای این گروهک تروریستی به هلاکت رسیدند. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارتجاء، خبرگزاری سپاه تروریستی قدس، 21 شهریور 92. منصور حقیقت‌پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در خبرگزاری در خصوص پاکسازی کامل پادگان اشرف از وجود منافقین اظهار داشت: نه تنها پادگان اشرف، بلکه امیدوارم کل کره زمین از لوس وجود منافقین پاک شود. تبریکات وزیر اطلاعات بدنام آخوندی، 21 شهریور.
ما این اقدام قهرمانانه ملت عراق رو به مردم اون کشور و همچنین ملت ستمدیده ایران اسلامی تبریک میگیم و خدا رو بر این پیروزی دو ملت عراق و ایران سپاس میگذاریم. وزیر اطلاعات از فریب خوردگان نادمی هم که دست آنها به خون انسانی آلوده نیست خواست به آغوش ملت مسلمان ایران بازگردند. قدردانی وزارت خارجه رژیم از وحوش عراقی و شکایت از اتهام زنی مجاهدین و حامیان شناخته شده آنان به دیگران. 21 شهریور. قدردانی ایران از عراق درباره منافقین. وزارت امور خارجه کشورمان در بیانیه‌ای با ابراز خرسندی از بسته شدن اردوگاه نظامی اشرف از تلاش‌های دولت عراق در این باره قدردانی کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است. جمهوری اسلامی ایران پیشتر در چندین نوبت به نماینده سازمان ملل متحد در عراق نسبت به تداوم حضور اعضای این سازمان تروریستی در اردوگاه اشرف و شرارت‌ها و ماجراجویی‌های آنها هشدار داده بود. اقدامات این سازمان تروریستی و برخی حامیان شناخته شده آنان در اتهام زنی به دیگران، از جمله درگیری‌های اخیر اردوگاه اشرف نیز نمونه ای از توطئه ها و ماجراجویی آنان است. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارتجاع: پاکسازی پادگان اشرف تحکیم امنیت رژیم را در پی دارد. 22 شهریور. حقیقت کور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: من کار منافقین را به طور کامل تمام شده نمی دانم. اعضای این گروهک باید تحت تعقیب انقلابیون قرار بگیرند و هر کجا که آشیانه و یا مرکزی از این گروهک پیدا کردند آن مرکز را بر سر آنها خراب کنند. پاکسازی پادگان اشرف در عراق تحکیم امنیت ملی کشور ما را در پی دارد و امیدوارم تا با وارد کردن ضربه نهایی به این گروهک شاهد اضمحلال کامل این گروهک تروریستی باشیم. دیپلمات سابق آخوندها در مکزیک و استرالیا. 22 شهریور. قدیری عبیانه دیپلمات سابق کشورمان در مکزیک و استرالیا گفت: انتفاضه شعبانیه به نمایندگی مردم عراق ضربه مهلکی به منافقین وارد کرد و حتی این اقدام از عملیات مرساد نیز مهمتر بود، چرا که سران اصلی این گروهک به هلاکت رسیدند. آنها در حال حاضر به سوریه رفتند و علیه مردم سوریه جنایت می کنند. جمعیت لباس شخصی های ولی فقیه ارتجاع. 22 شهریور. پرویز سروری عضو جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس با اشاره به هلاکت عناصر اصلی منافقین توسط مردم عراق اظهار داشت: این گروهک مخوف نه تنها در ایران بلکه در هر نقطه جهان سمبل خونریزی، جنایت و قتل عام است. این فعال اصولگرا حرکت مردم عراق را پایان بخش جنایات آینده گروهک منافقین برشمرد و تأکید کرد: گروهک منافقین مادر گروه‌های تروریستی فعلی همچون القاعده و طالبان است و در واقع آنها نوزادان طبیعی منافقین محسوب می شوند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارتجاع. 22 شهریور. نوید
نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد در اختیار گذاشتن هر مکانی در هر کشوری به این گروهک خلاف مقررات بین المللی است و در واقع نوعی حمایت از تروریسم محسوب می شود. نقوی حسینی تصریح کرد دولت هایی که این مکان ها را در اختیار سازمان تروریستی به ویژه گروهک تروریستی منافقین می گذارند باید مورد مؤاخذه قرار بگیرند. دبیر اجرایی کمپین سایبری شهدای ترور 25 شهریور. دبیر اجرای همایش سایبری شمشیر داموکلس گفت کمپین سایبری شهدای ترور بر اساس اتفاق میمونی که توسط بچه شیعه های عراقی گروه شعبانیه در به هلاکت رسانیدن اعضای منافقین ساکن در پادگان اشرف به وقوع پیوست راه اندازی می شود. دبیر اجرایی همایش شمشیر داموکلس تأکید کرد به پاس رشادت های حاج قاسم و یارانش در تمام این وبلاگ ها عبارت تقدیم به حاج قاسم و یاران ذکر می شود. این مسئول با بیان اینکه کمپین سایبری شهدای ترور مخصوص 17,000 شهدای ترور کشور است و مربوط به جنایات منافقین کوردل است تأکید کرد به دلیل اینکه در عملیات گروه شعبانیه به اشرف سرتیم ترور شهید صیاد به هلاکت رسیده، بنابراین برند تمام وبلاگ‌های شهدای ترور به نام یا تصویر صیاد شیرازی منقش شود. ضمن اینکه در این کمپین هر وبلاگ به اسم یکی از شهدای ترور مانند قدوسی خواهد بود. خبرگزاری اطلاعات آخوندی، مهمترین و شیرین‌ترین خبر ماه‌ها و سال‌های گذشته 26 شهریور. خروج 42 نفر باقی مانده اعضای سازمان مجاهدین خلق منافقین در شامگاه چهارشنبه هفته گذشته از پادگانی که نام اشرف از سوی این سازمان تروریستی بر آن نهاده شده شاید یکی از مهمترین و در عین حال شیرین‌ترین اخبار ماه‌ها و بلکه سال‌های گذشته برای مردم ایران و عراق بوده است. سخنگوی وزارت خارجه رژیم 26 شهریور. افهم سخنگوی وزارت خارجه در این زمینه که پس از خروج منافقین از کمپ اشرف از سوی برخی از کشورها از جمله آلبانی برای ورود منافقین اعلام آمادگی شده است بیان کرد جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام قدردانی خود از تلاش‌های دولت عراق برای تخلیه اردوگاه اشرف از سازمان ملل خواسته است تدابیر جدی برای انتقال کامل اعضای گروهک به خارج از عراق صورت گیرد. کیهان ولی فقیه ارتجاع، مجاهدین خط قرمز نظام و یکی از سنگ محک‌های اساسی برای ارزیابی میزان صداقت اروپا و آمریکا 30 شهریور. ایران بارها اعلام کرده است که منافقین را خط قرمز خود می دانند و هر کشوری که پذیرای این جنایتکاران باشد باید منتظر عواقب آن نیز باشد و ایران در روابط خود با کشورهایی که در این رابطه به اعضای این گروهک و سرکردگان آن پناهندگی دهند تجدید نظر خواهد کرد.
تعطیلی کمپ اشرف یک فرصت استثنایی برای ایران اسلامی فراهم کرده است تا بار دیگر موضوع گروهک تروریستی منافقین را در دستور کار خود قرار دهد. با توجه به جو مثبتی که در نظام بین الملل به دنبال استقرار دولت جدید در ایران به وجود آمده است و اظهار تمایل اروپا و آمریکا به بهبود روابط با ایران و فرو ریختن دیوار بی‌اعتمادی بین غرب و ایران، موضوع گروهک منافقین می تواند به عنوان یکی از سنگ محک‌های اساسی برای ارزیابی میزان صداقت اروپا و آمریکا قرار گیرد. در این رابطه کشورمان باید یک راهبرد جدید چند وجهی منطقه‌ای و بین‌المللی در پیش بگیرد. رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان با سخنرانی‌ها و انجام مصاحبه‌ها این پیام صریح و قاطع را به دولت‌های جهان و به خصوص کشورهای منطقه ارسال کنند که جمهوری اسلامی ایران هرگز به هیچ کشوری اجازه نمی دهد این گروهک تروریستی را در خاک خود مستقر کند و در صورت چنین اقدامی باید منتظر عواقب سیاسی و اقتصادی و احیاناً امنیتی آن نیز باشد. دیدار فرمانده نیروی زمینی سپاه با فرمانده نیروی زمینی ارتش عراق 4 مهر. ژنرال علی قیدان مجید، فرمانده نیروی زمینی ارتش عراق که در رأس هیئتی به کشورمان سفر کرده، با فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیدار کرد. دو طرف بر همکاری در زمینه‌های مختلف علمی آموزشی، مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت مرزها تأکید کردند. فرمانده نیروی زمینی ارتش عراق با اشاره به حرکت‌های اخیر مردمی در سرکوب منافقین در اردوگاه اشرف بر عزم جدی کشورش تا اخراج کامل منافقین از عراق تأکید کرد. تشکرات غلیظ مأموران و مزدوران نظام از مالکی به خاطر قتل عام و اعدام دست جمعی مجاهدین در اشرف. تکامل قطبندی بین انقلاب و ارتجاع و تعمیق مرزهای جنبش و ضد جنبش که با کنار رفتن بسیاری پرده ها پس از قتل عام مجاهدین در اشرف و اعتصاب غذای جهانی به روشنترین صورت بارز و برجسته شد، یکی دیگر از دستاوردهای پایداری و نبرد در اشرف است. ماموران و مزدوران نظام و همکیشان آنها و کلیه کسانی که در این جبهه بندی در پوشش‌های گوناگون در طرف رژیم قرار می‌گیرند، به صورتی افسار گسیخته و بیدنده و ترمز درون مایه خود را بیرون ریخته و ماهیت‌های ارتجاعی را برملا کردند و در معرض دید همگان قرار دادند. هر کس که می‌خواست بداند و بفهمد، به روشنی دانست و فهمید که دعوا بر سر چیست و در جبهه بندی رژیم و ضد رژیم هر کس در کجا ایستاده است. کار به آنجا رسید که سایت‌ها و مأموران شناخته شده اطلاعات آخوندها که با اسامی مستعار به سایرین خط می‌دهند، آشکارا به ستایش از جناب آقای نوری مالکی، نخست وزیر منتخب مردم عراق پرداخته و به او نوشتند: مفتخرم از جانب خود و گروهی از تلاشگران حقوق بشر در جامعه ایرانیان مراتب سپاس و تشکر خود را بابت تخلیه کامل اردوگاه صدام نشان در استان دیالی خدمت شما عرض نموده و چند درخواست را نیز ضمیمه نمایم. بخشای از این محل که دارای سمبول‌های این گروه تروریستی منفور است را می توانید به عنوان یک شهرک سینمایی حفظ کنید تا هنرمندان ایرانی بتوانند در آن فیلم‌ها
و سریال‌های تلویزیونی از اقدامات جنایتکارانه این گروه تهیه نمایند. به قرار اطلاع در این کمپ تونل‌ها و راه‌های زیرزمینی فراوانی وجود دارند. بنابراین تفحص و جستجو در وجب به وجب این قرارگاه بسیار لازم و ضروری است، زیرا این گروه جنازه های برخی از قربانیان خود را در مکانهایی در این قرارگاه مخفیانه دفن کرده است. در اولین فرصت احکام قضایی دادگاه های عراق در مورد دستگیری سران ترور و شکنجگرانی را که تحت عنوان متقاضی پناهندگی در کمپ حریه به سر میبرند به اجرا گذاشته و این تروریست ها و مزدوران صدام را دستگیر و به پای میز محاکمه بکشانید. از حدود 3000 نفری که در کمپ حریه وجود دارند، حدود 100 نفر به علت سوابق تروریستی تحت حمایت هیچ یک از قوانین بین المللی نیستند. بنابراین اجازه ندهید این قاتلان مردم ایران و عراق خود را به عنوان پناهنده جا زده و از کشور شما تحت نام پناهنده خارج گردند. آقای مالکی، به راستی باید از دولت‌های عراق طی این 10 سال گذشته تشکر کرد. یک سایت اطلاعات آخوندها هم در نخستین ساعات روز 10 شهریور برای خط دادن به بقیه تلاشگران مشابه نظام نوشت: دولت عراق صبح امروز در اقدامی قانونی دست به پاکسازی پادگان اشرف مقر باقی مانده های گروهک منافقین زد. آنطور که برخی رسانه های وابسته به گروهک تروریستی منافقین گزارش داده اند، این اقدام قانونی عراق که با 2 سال تأخیر و فرصت دادن به منافقین برای خروج اختیاری از این پادگان انجام می شود، با واکنش جالب اعضای این گروهک و بوغهای رسانه‌ایشان همراه بوده است. هوچیگری رسانه‌های وابسته به این گروهک تروریستی در حالی صورت می‌گیرد که دولت عراق بدون هیچ رفتار غیر قانونی و غیر انسانی دقیقاً برخلاف مشی و منش منافقین اقدام به تخلیه اشرف کرده است. بنابر این گزارش، حدود کمتر از 100 نفر از منافقین در این مقر مستقر بودند که دولت عراق از صبح امروز و با وجود 2 سال مماشات کاسه زبرش لبریز شده و خودش دست به تخلیه این مرکز فساد زده است. اما رجزخانی های ابلهانه آخوندی کفایت نمی کند. موج محکومیت های جهانی همزمان با اعتصاب قضا در کشورهای مختلف، دعاوی و ترهات رژیم و حکومت عراق را پس می زند و جارو می کند و به زبالدان می ریزد. از این رو فوجی از شکنجگران و دشخیمان و مزدوران لباس شخصی اطلاعات و سپاه حکومت آخوندی در اکیپ‌های مختلف از تهران و شهرستان‌ها برای هدف‌های اطلاعاتی و تروریستی و برای مصارف تبلیغاتی در رسانه‌های رژیم به بغداد فرستاده می‌شوند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت در 5 مهر از اعزام شماری از شکنجهگران و دشخیمان اطلاعات و سپاه برای بازجویی از 7 گروگان خبر می‌دهد. اعزام شکنجهگران و دشخیمان اطلاعات و سپاه از تهران به بغداد برای بازجویی از گروگان‌ها. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت، 5 مهر 92. بنا به گزارش‌های رسیده از ایران، نیروی تروریستی قدس و سفیر رژیم آخوندی در بغداد که از سرکردگان این نیروست، برای اعزام شکنجهگران و بازجویان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به بغداد برای بازجویی از 7 گروگان اشرفی با نخست وزیری عراق هماهنگی می‌کنند.
نمایش مسخره مأمور نیروی قدس در دانشگاه بغداد برای مقابله با خشم و انزجار جهانی از قتل عام در اشرف، اعزام 6 مأمور قدس و اطلاعات آخوندی به عراق در ارتباط با موضوع گروگان‌ها و حمله به اشرف، اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت 24 آبان 92. سفارت رژیم آخوندی در بغداد و نخست وزیری عراق در صددند در روز شنبه 25 آبان یک نمایش مسخره زیر عنوان عراق جدید و جنایت‌های سازمان تروریستی خلق در دانشگاه بغداد راه بیندازند. این برنامه که توسط نافع العیسی، یک مأمور شناخته شده نیروی تروریستی قدس برگزار می‌شود، به منظور مقابله با خشم و انزجار بین المللی نسبت به قتل عام و اعدام جمعی و آدم ربایی در اشرف است. آنها می خواهند بار دیگر مجاهدین را متهم به کشتار اعضای خود و مردم عراق کنند و وانمود نمایند که کشتار دهه شهریور یک درگیری داخلی بوده است. آنها مدعی کشف گورهای جمعی در اشرف و اعدامهای درونگروهی خواهند شد. شماری از نویسندگان و خبرنگاران و روشنفکران عراقی که دعوتنامه این شوی مسخره را دریافت کردند، آن را پس فرستاده و شرکت در آن را رد کردند. در همین حال بنا به گزارش‌های رسیده از درون رژیم آخوندی، 6 مأمور نیروی قدس و اطلاعات آخوندی در روز چهارشنبه 22 آبان وارد عراق شدند تا با صحنه‌سازی اعتراضات و انتقادات شدیدی را که مالکی به خاطر جنایت علیه بشریت در اشرف در آمریکا با آن مواجه شد خنثی کنند. رژیم آخوندی و دولت عراق با این اقدام‌های ابلهانه، همچنان که با تحقیقات مبتذل و فرمایشی مالکی درباره کشتار اشرف، می‌خواهند ضمن توجیه جنایت قبلی برای جنایت بعدی زمینه سازی کنند. صحنه‌سازی مقامات حکومت مالکی و رسانه‌های خبری رژیم در یک نمایش مسخره سفارت رژیم و نخست وزیری عراق برای سرپوش گذاشتن بر گروگانگیری و اعدام جمعی در اشرف، اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت 25 آبان 92. شش مأمور اطلاعات و نیروی تروریستی قدس که در اطلاعیه شماره 91 ورود آنها به عراق فاش شده بود، شامل 5 مرد و 1 زن هستند که همزمان در یک مأموریت جنایتکارانه در اشرف به صحنه‌سازی‌های ضروری و گرفتن عکس و فیلم از نقاط مختلف به ویژه محل شهادت 52 مجاهد خلق گماشته شدند تا به خیال خود بتوانند تقصیر را به گردن خود مجاهدین بیندازند. بدون تردید رژیم آخوندی و حکومت مالکی در نمایش‌های رذیلانه خود در صدد اجرای یک سناریوی جنایتکارانه هستند. نیازمندی آنها به اینکه شهادت 52 مجاهد خلق را یک تصفیه درونگروهی وانمود کنند، همچنان که نیازمندی آنها به کشف گورهای موهوم جمعی و ادعای اعدام‌های درونگروهی و مرگ‌های مشکوک در درون مجاهدین امر پنهانی نیست و آن را بارها به زبان‌های مختلف و از طرق مختلف اعلام و تکرار کردند. بخش دیگری از این سناریوی مشترک آخوندی و به اصطلاح دولت قانون مالکی، کارگذاشتن مواد انفجاری و سلاح در اشرف و نسبت دادن آنها به مجاهدین است که این نیز مشابه همان صحنه‌سازی‌های بعد از قتل عام 19 فروردین 1390 است که طاهر بومترا، رئیس حقوق بشر یونامی و مشاور یونامی در پرونده اشرف، بارها آن را از جمله در پارلمان انگلستان در 11 دسامبر 2012 با جزئیات برملا کرده است. انتشار عکس یکی از مأموران نیروی قدس در اشرف، اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت
29 آبان 92. مقاومت ایران عکس یکی از 6 مأمور نیروی تروریستی قدس که از هفته گذشته در ارتباط با حمله به اشرف و سرنوشت گروگان‌ها به اشرف رفتند منتشر می‌کند. این عکس که از درون رژیم به دست مقاومت رسیده است در زمان حضور این مزدور در اشرف گرفته شده است. صدور مزدوران از ایران به عراق و از عراق و ایران به کشورهای اروپایی برای مصارف تبلیغاتی و اطلاعاتی چیز تازه‌ای نیست و در دو دهه گذشته بارها از سوی دستگاه‌های امنیتی کشورهای مختلف از قبیل آلمان و هلند در گزارش‌های سالانه این دستگاه‌ها به آن اشاره شده است. کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت نیز در این سالیان بارها و بارها صنعت پناهنده‌سازی از این مزدوران در کارگاه‌های نمدمالی اطلاعات آخوندی را برملا کرده است. بنجل‌ترین مزدوران تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین برای توبه و ندامت علنی مورد استفاده واقع می شوند. مابقی برای تجسس و کارهای اطلاعاتی یا تروریستی در پوشش‌های مختلف به خدمت گرفته می شوند که یک فقره از آن در اطلاعیه 21 مهر 92 کمیسیون امنیت و ضد تروریسم افشا شده است. سپس هر یک از مزدوران بسته به نیازمندی‌های مقطعی رژیم بعد از خیس خوردن در آبلجن اطلاعات آخوندها برای لجن پراکنی به خط اول رسانه‌ای و فضای مجازی اعزام می‌شوند. آنگاه پس از مدتی که تاریخ مصرف آنها سپری می‌شود از دور خارج شده و با مزدوران تازه نفس جایگزین می‌گردند. یکی از آخرین فقرات که کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا در 11 آذر ماه 92 برملا کرده است، اعزام یک مزدور به آلبانی تحت عنوان پناهنده برای اخلال در انتقال ساکنان لیبرتی به این کشور است. این در حالی است که مزدور مزبور پاسپورت معتبر 5 ساله رژیم را که به دستور وزارت اطلاعات آخوندها صادر شده است در دست دارد. سفر مالکی و فالح فیاض به تهران. شق القمر انتشار فیلم‌های جنایی پلیسی درباره مخفیگاه مسعود رجوی پس از تخلیه و تحویل اشرف به سازمان ملل در رسانه‌های رژیم. مالکی و مشاور امنیتی او فالح فیاض از 13 تا 16 آذر ماه امسال به خدمت اربابان خود در تهران شتافتند. یکی از دستاوردهای رژیم از سفر 4 روزه آنها که با ملاقات‌های علنی و مخفی متعدد با وزیر اطلاعات و سرکرده نیروی تروریستی قدس همراه بود، 2 هفته بعد در شبکه‌های تلویزیونی رژیم پخش شد. در این فیلم با ژست‌های جیمز باندی ادعا می‌شود که دوربین نظام برای اولین بار توانسته است به مقر فرماندهی ارتش آزادی بخش در اشرف تحت عنوان مخفیگاه رجوی دست پیدا کند. همچنین ادعا می‌شود که مسعود رجوی در سال 59 با طارق عزیز دیدار داشته است. این در حالی است که بیانیه مشترک نایب نخست وزیر عراق و مسئول شورای ملی مقاومت ایران در دی ماه 1361 در پاریس برای پایان دادن به جنگ ضد میهنی و صلح عادلانه منتشر شده است.
دو ماه پس از همین دیدار و امضای بیانیه مشترک برای دست یافتن به یک صلح عادلانه در جنگ ضد میهنی، طرح صلح شورای ملی مقاومت ایران در اسفند سال 1361 منتشر شده است. طرح صلح شورای ملی مقاومت به دنبال ملاقات آقای طارق عزیز نایب نخست وزیر عراق با آقای مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت و صدور بیانیه مشترک 19 دی ماه 1361 مبنی بر استقرار صلح عادلانه و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات دو کشور از طریق مذاکرات مستقیم بر اساس تمامیت ارضی، استقلال کامل، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، احترام به اراده آزاد دو ملت ایران و عراق، روابط حسن همجواری و همکاری متقابل در خدمت آزادی، صلح، ترقی و ثبات منطقه، شورای ملی مقاومت، قرارداد 1975 الجزایر و مرزهای زمینی و رودخانه‌ای مندرج در این قرارداد را مبنای صلح عادلانه و پایدار اعلام می‌کند. لکن بدیهی است این پذیرش ملازم با عدم هر گونه مداخله در امور داخلی یکدیگر است. بنابراین شورای ملی مقاومت در عین تأکید بر ضرورت مسئولیت مرزها از هر گونه تجاوز، هر گونه مقابل نامه و یا پروتکل مداخل جویانه و سرکوبگرانه منظم به قرارداد 1975 را مردود می شناسد، اهم از اینکه چنین مقابل نامه یا پروتکلی سری یا علنی باشد. شورای ملی مقاومت که برای استقلال و صلح و آزادی در ایران مبارزه می کند، در پی 6 ماه بررسی و پس از انجام مطالعات و مشورت‌های جامع به منظور دستیابی به یک صلح عادلانه که در قدم اول به ملاقات نایب نخست وزیر عراق با مسئول شورا و صدور بیانیه مشترک منجر گردید، اکنون پیشنهاد خود درباره طرح کلی صلح را برای اطلاع دولت عراق، سازمان ملل متحد، جنبش کشورهای غیر متحد، کنفرانس اسلامی و نیز برای آگاهی دو ملت ایران و عراق و همه طرفداران صلح در منطقه و جهان به شرح زیر اعلام می نماید. 1. اعلان فوری آتش بس بین کلیه نیروهای دو کشور در زمین، هوا و دریا. 2. تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش بس و عقب نشینی تحت نظر یک مرجع مرزی الطرفین یا دبیر کل ملل متحد. 3. عقب نشینی نیروهای دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده در پروتکل‌های راجع به علامتگذاری مجدد مرز زمینی ایران و عراق و پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه‌ای بین ایران و عراق و صورت جلسات نقشه‌ها و عکس‌برداری‌های هوایی زمینه آن دو که به امضای دو طرف رسیده است. زمان لازم برای عقب نشینی به مرزهای بین المللی مذکور به تشخیص کمیسیون نظارت بر آتش بس قبل از اعلان آتش بس تعیین می شود. 4. مبادله کلیه اسرای جنگی حداکثر در ظرف 3 ماه پس از اعلان آتش بس با رعایت مقررات بین المللی تحت نظر صلیب سرخ بین المللی. 5. ارجاع مسئله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین المللی لاهه جهت تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران. رأی دیوان در این مورد لازم الاجرا خواهد بود. 6. تعهد طرفین به فراهم نمودن موجبات بازگشت پناهندگان و رانده شدگان دو کشور به یکدیگر با اعلام عفو عمومی و تضمین امنیت مالی و جانی آنها. 7. تنظیم قرارداد قطعی صلح بین دو کشور
بر مبنای احترام کامل به حاکمیت و استقلال ملی، تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، حسن همجواری و مصونیت مرزها از تجاوز. طرح حاضر در یک مقدمه و 7 بند به اتفاق آرا در شورای ملی مقاومت به تصویب رسیده است. مسئول شورای ملی مقاومت مسعود رجوی، 22 اسفند 61. چند روز بعد دولت وقت عراق در اول فروردین 1362 طرح صلح شورای ملی مقاومت را به عنوان مبنای قابل قبولی برای آغاز مذاکرات صلح پذیرفت و این یکی از مهمترین دستاوردها و افتخارات تاریخچه مقاومت ایران علیه جنگ طلبی ضد میهنی خمینی است. جوابیه و موضع‌گیری رسمی دولت عراق نیز در همان زمان منتشر شده است که استقبال دولت عراق را از طرح صلح شورای ملی مقاومت ایران اعلام می‌کند. در تلویزیون رژیم تصاویر دیدار رهبر مقاومت با رئیس جمهور پیشین عراق در سال 1365 در دیدار صلح در بغداد که در همان سالیان بارها از برنامه‌های تلویزیونی سیمای مقاومت پخش شده است، کشف جدیدی جلوه داده می‌شود. اکنون به روایت جنایی پلیسی در شهر فرنگ تلویزیون آخوندی توجه کنید. خب از 23 امشب 2 گزارش خوب مونده که توصیه میکنم هیچ کدومشون رو از دست ندید. در گزارش اول دوربین مرآتی برای اولین بار تونسته از یک مخفیگاه مخوف تصاویر عبرت آموزی رو بیرون بکشه. اردوگاه اشرف، مخفیگاه اصلی سرکردهی خونخوار مسعود رجوی. سرکردهی گروهک منافقین سال 59 پس از اولین دیدارش با طارق عزیز عملاً در چاه دام صدام افتاد و از سال 64 برای جنایتها، ترورها و آدمکشیهایش صدام دژی به او داد به نام اشرف. شعار اصلی مسعود اینجا هک شده: نگاهی کن و با من بیا. داد و یک قبل از جنگ که اینجا آخرین نشستشو گذاشت، همه دیدنش، بعد از اون دیگه خودشو مخفی کرد. چشمهایت را باز کن که فقط اینجا چند ثانیه اولش را میتوانی ببینی، بعد تاریک میشود، ظلمات است اینجا. پیدا شد درش؟ خب برای اولین بار هست که گروه های خبری وارد مقر اصلی مسعود رجوی میشن. و مخفیگاش. مخفیگاش. سب کن آقا. دارم. 6 تا در گذاشته. یعنی از تزرجوینش 6 تا در الکترونیک و عایق بندی شده. با عایق های مختلف گذاشته و با همین قد. الان این در دوم بود. این در سومه. با همین چرمیت با دوباره یه در دیگه. تمام اینا برقیه داره. تمامش هم الکترونیک و برقیه. زیر زمینیم الان. یعنی 20 متر زیر زمینیم. ارتفاع این ساختمون الان 4 متر بگیر. 16 متر دیگه‌اش بتونه دیگه. یعنی 16 متر بتون و بتون اونم بتون مسلح. هر درش هم که نگاه کنی اگه این بالا رو چراغتو بندازی اون بالا. هر درش رو نگاه کنی یک قفل اینجوری داره، الکترونیکی. قفل الکترونیکی اینطوری داره. افراد جدا شده از
اردوگاه اشرف. بله. میگن که هیچ کدوم از اعضا نمیدونستن که مسعود رجوی همچین مقری واسه خودش درست کرده. شاید در میان 4000 نفر نیرویی که داشته باشه بیش از 20 نفر از این مخفیگاهش خبر نداشتن. فقط خود رجوی میدونه و رجوی و مژگان پارسایی و صدقه و فهیمه اروانی. داشتین عکس میگرفتین خودتون؟ گرفتم. یعنی مثلا اولین بار بود خودتون میدید اینجا رو؟ بله بله. چی فکر میکنین قبر رجوی کی باشه؟ هیچ ماتزده شدیم واقعا نمیدونستم. رهبر که این قبر فکر جون خودشه. همین. تمام این سالا تلف شد مال شما؟ بله. تمام این سالا که بود اینجا تلف شد؟ نمیدونستم تلف شده که بود. الان بهتر فرق بود. همه چیز این پایین ضد لرزش است. ضد ارتعاشه و ضد صدا که صداش نره بیرون. خب میشه گفت هم اینجا پناهگاهی زیر پناهگاست و هم محلی برای خروج اضطراری این مردان نترس و شجاع. از هر سوراخی برای حفاظت خودشون استفاده کرده. هرچی هم که دژت مستحکم باشه عاقبت خیانت و زورگویی و ظلم جز این نیست. پرچم منافقین. الان این پرچم باید بدم چیکارش کنم؟ نه خیر، من این پرچم رو دستم نمیگیرم چون نزدیک 15 سال تمام زندگیمو به باد داد و الان از اون قفلتی که در زندگیم کردم به شدت پشیمان هستم. خب برش کنی میفته زمین ها؟ میفته این پرچم منافقین ها رو زمین هم میفته. خبرهای موثقی میگوید رجوی این مزدور ترسو تا این اواخر در مخفیگاه فوق سری خودش در قرارگاه اشرف بوده و حالا هم در اردوگاه لیبرتی است. میگویند آقای تروریست از ترس مرگ و به دام افتادن نخ سیگار میکشد و قدم میزند. بالای مخفیگاه رجوی بهشتی جهنمی ساخته برای خودش. شکنجهگاه های اشرف دست نفر زنجیر میکردن اینجوری میبستن که نفر اینجوری آمده باشه که انشالله میخوام بزنن. گورستان جمعی. آره این واقعیت داره. حمایت های مالی، تبلیغات قرارگاه، تبعیضها، قرضهای سیانور. شبکه یک تلویزیون آخوندها نیست با یک روز تأخیر در روز 28 آذر عیناً همین روایت آخوندی و فیلم جنایی پلیسی را تکرار کرد، با این تفاوت که بر روی شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه نوار سیاه انداخته بودند. نمیدونم مستند مختصات جهنمی رو یادتون میاد یا نه، مستندی که در رابطه با اردوگاه اشرف سال گذشته تقدیم حضورتون کردیم، اما همکارم احمدی روز گذشته هم تونسته وارد این اردوگاه بشه و بخش‌های جدیدی رو از این اردوگاه رمزگشایی کنه. آقای نوروزی توضیحات تکمیلی رو به ما بدید. بله حتما، سلام به شما آقای رمزانی. قبل از اینکه در مورد این موضوع توضیح بدم بعد این نکته رو در مورد گزارش امشبمون به بینندگان عزیزمون بگم که ما دیروز تمام تلاشمون رو کردیم که این گزارش رو از عراق دریافت کنیم، اما به دلیل برخی مشکلات فنی در ارسال و دریافت این موضوع میسر نشد. به خاطر همین امشب این گزارش رو تقدیم حضورتون میکنیم. الان هم بریم به اردوگاه اشرف و گزارش همکارم آقای محمد رضا احمدی. میدان منشور آخرین نقطه از کمپ اشرف، پادگان گروهک منافقین، و همونطور که در تصویر مشاهده میکنید تعدادی از اونها که در کیوسک نگهبانی هستن در حال تصویربرداری از ما هستن. بنا به گفته هایی که تا به امروز شنیدیم این منطقه هم در روزهای آتی قراره که آزاد بشه و با اخراج منافقین این زمین ها به صاحبان اصلی خودش یعنی مردم عراق برگرده. حالا یک سال از اون روز میگذره. پادگان اشرف به کلی تخلیه شده از منافقین و من دوباره اونجام، اما این بار برای دیدن زوایای پنهان مختصات جهنمی. سه تا خیابون وصل میشه به صد که میره به سمت مقرهای اصلی. اینجا درب اسد پادگان اشرفه و همونطور که میبینید شیرهایی که یک روزی به اصطلاح نماد فرقه رجوی بود حالا نشون از زوال همیشگی این فرقه تروریستی داره. مقصد اول ما ورودی بلوک 49، مقر سری اسکان رجوی در پادگان اشرف. این قسمت الان در واقع قسمت 49، ما در واقع باید 5 تا در
عبور کنیم برسیم به در اصلیه که میرسه به در مسئول جنگ. از اینجا به بعد تو میخواستی بری بایستی ویزای فرمانده بالا رو نگه میداشت. جانن در واقع ورودی کاخ مسعوده که توی در واقع جایگاه خاص خود مسعود رجبیه که این ورودیشه. الان وارد مخفیگاه مسعود رجبی در پادگان اشرف میشیم. ما در این زیر زمین بطن در نگاه کنیم. این یکی میریم داخل یکی از مخفیگاه های به صورت کاملا سری مسعود رجبی که فکر کنم برای انفجار طراحی شده. بمب 10 تنی هم بخوره اینجا هیچ اثری نمیزن. الان سیستمای ژنراتور رو میریم نگاه میکنیم، سیستمای سنگرای دیگه همینجوری هست. برای یک نفر نگاه کنید چقدر هزینه گذاشته. اینجا آخرین خروجی دخمه مسعود رجبیه که این ابتکار رو به کار برده که کسی متوجه نشه که همچی خروجی دیگری هم وجود داره. مسعود رجبی خائن که میخواست از اینجا خارج شه با این نور از اینجا میرفت تا انتهای اون در قلعه محافظ رجبی که الان دیگه تبدیل شده به یک گوردخمه ای از خاطرات ننگین فرقه رجبی. انبوه خودروهای مختلفی که حالا به گورستان ماشین جنگی رجبی تبدیل شده بود. ماشین هایی که الان اینجا ببینید، رجبی همیشه میگو که ما اینو از پول قلک نیروهامون خریدیم، در صورتی که این ابعاد ماشین های خودروها تماما با نصف درآمد نفتی که صدام حسین به رجبی میداد خریدار میشه. خیلی از ماشینا نظامی هستن، مثل این جیپای تویوتا، ولی بعد از سقوط صدام حسین شروع کرد به خریدن ماشینایی که الان میبینیم ماشینای شخصی سواری هستن که برای فرمانده‌های رده بالا استفاده میشه. شاید بشه گفت میلیون ها دلار ادواتی که با پول ملت عراق خریداری شد که بر ضرر ملت ایران استفاده بشه، اما امروز حال و روزش اینه، آماده برگردوندن به صاحبای اصلیشون یعنی مردم عراق. قبرستان مروارید در دل خود رازهایی نهان دارد، رازهایی از مرگهای مشکوک. مسعود رجبی زنده است؟ من فکر میکنم بله زنده است، ولی زنده با مرده بودن هیچ فرقی نمیکنه. کجاست الان؟ میگن لیبرتیه، یه عده میگن آلبانیه. من فکر میکنم لیبرتی، ولی هیچ ارزشی نداره. رهبری که خودش رو 12 سال قایم میکنه چه ارزشی داره بودنش؟ وقتی که نیروهاش رو میفرسته جلو به کشتن میده، هر جایی هم باشه روی این کره خاکی دیگه هیچ ارزشی نداره.